نهایتا بله، ما اساسا جنگ سوریه رو جنگ درستی نمیدونیم. ما اگر تدبیر داشتیم، اگر سپاه قدس زیاد خواهی نمیکرد، در 2011 بهار عربی نهایتا بشار اسد میرفت و ما یک رژیم بعثی افلاقی مستبد دیکتاتور میرفت، با کسانی که جانشین میشدن مثلا دموکراتیک میتونستیم رابطه خوبی برقرار کنیم و هیچ منافع ایران اونجا ضایع نمیشد، تباه نمیشد. ما داشتیم 30 سال به سوریه نفت میدادیم مفت. خب شما نفت مفت رو به هر کی بدیم باز اون رفیقه، گفت تا پول داری رفیقتم قربون بند کیفتم. لذا تا وقتی ما نفت میدادیم، هر حکومتی که میامد در سوریه قطعا مطمئن باشیم نفت مفت شما رو میگرفت و دعاتون میکرد، نیازی نبود ما وارد بشیم. من فکر میکنم ماجراجویی که سپاه قدس کرد، سردار سلیمانی کرد، در واقع استراتژی و سیاست غلط بود. اون جنگ رو من غلط میدونم، منجر به خرابی در واقع عراق و سوریه و یه مقداری هم ترکیه شد. خود ما هم که داریم همینطور جای جنگ رو تعمیم میکنیم، در واقع جنگ 8 ساله کممون بود، الان فعلا 5 ساله در سوریه هم داریم میجنگیم و این اشتباه بود و نباید انجام میشد. و من بارها هم گفتم دو طرف اینها در واقع داعش شیعه و سنی است. اما حالا متاسفانه گفت یک دیوانه سنگی تو چاه میندازه، صد تا عاقل هم نمیتونن درارن. این سنگ رو انداختن تو چاه، الان ما تو چاهیم، کارش هم نمیشه کرد. این سنگ رو چجوری دراریم؟ فعلا تو این وضعیت هستیم. برای ما فرق نمیکنه سوریه که در واقع جنگ اتفاق افتاد، ما هم گیر هستیم در این باتلاق. ما گرفتار داعشی هستیم که به وجود آمدنش رو مرهون سوء مدیریت حاج قاسم سلیمانی هستیم و اگر این کارو نمیکرد داعشی نبود. برای ما داعش شیعه و سنی فرق نمیکنه. تفکر تکفیری که میخواهد بقیه رو بکشد و تکفیر کند، غلط، میخواد سنی باشه، میخواد شیعه باشه و نتیجهش این است. چرا باید سید حسن نصرالله وسط این قضایی یه دفعه بگه ایران بود جمار میده، سلاح ما رو ایران میده؟ هدفش چیه؟ آیا میخواهد دولت ایران رو در یک بحران قرار بده؟ یه دفعه در این وسط ماجرا سید حسن نصرالله بعد از این همه سال که ما هم میدونیم، همه دنیا هم میدونه شما جیرخار ایرانید، ولی چیزی نگفتی، یه دفعه الان مصاحبه میکنی که همه بودجه مکل ما از ایران میاد تعمیم میشه. شاید پشت قصه چیزهایی هم باشه که بخواهن همین تنش ها رو ایجاد کنن. آقای دکتر، ظرف 2 دقیقه، آیا واقعا سردار سلیمانی این بتمنی هست که میگن؟ یعنی مثلا الان میره بای پوتین بعد یه سر از یمن در میاره؟ یکی این سوال. دومین سوال هم این که عرضم بوضوع آن اینو بفهمید تا بعدی رسد. این دیگه در واقع اون یک مرد شبهی درست کردن کیهانی ها، شخصیت سازی بچگانه است. خود داخلی موقع... یا خارجی؟ نه داخلی. یه موقع ببینیم بی بی سی برای ما رجال سیاسی میتراشد و آمریکا هنرمندان میان رجالی رو از تو لپلوپ هم شده در میارن برای تو میسازن و رئیس جمهورش میکنن. حالا شما میخواهید تقلید کنید، این تقلید بچگانه است. یعنی شما اومدی شبح ساختی، نیاز به شبح نیست. اون کسی که باید ساخته بشه باید بتونه جلوی دوربین شما دو کلام حرف بزنه. سلیمانی نمیتونه. شما هی بگید آقا الان قالیچه سلیمان داره پرواز میکنه از این ور اون ور، اینها برای هری پاتر خوبه، به درد جامعه امروز نمیخوره. جامعه امروز نگاه میکنه میگه که سوریه رو تخریب کردیم، بشار اسد هم نه محبوبیت داره نه جایگاهی داره، در صورتی که برای جامعه امروز قهرمان نلسون ماندلا است که ریاست جمهوری رو ترک میکنه و یک جهان واگذار میکنه. سردار سلیمانی برای ما چی آورده جز جنگ؟ جز اینکه پولهای ما رفته تو سوریه، جز اینکه 800 میلیارد درآمد نفتی دوران اول ایجاد معلوم نیست چی شده، رفته حزب الله لبنان، حماس رفته، سوریه رفته، خرج بشار اسد شده، یا این شهدایی که داریم میاریم به عنوان شهدای مدافعین حرم، اینا مدافع حرم هستند، مدافع بشار اسد هستند. این واقعا مردم سوال میکنه آخرش، آخرش به کدوم حرم؟ مگه حلب حرم داره؟ مگه در شهید میشن کجا شهید میشن؟ و چرا از اتفاق افتاد؟ مردم سوریه الان میبینیم، مثلا من مقاله دیدم از نخست وزیر دولت انتقالی که
مطرح شد و در مقابل بشار اسد قویاً ایران رو متهم کرد، گفت ایران باید محاکمه بشه و به کیفر برسن. قویاً تمام بلای سوریه رو متوجه ایران رسوند، درست کردن. خب ببینید این حرفا مصاحه زدیم برای اول دارم میفهمم.